بیش از دوازده سال از آغاز درگیری و بحران در کشور سوریه زمان می‌گذرد و در طول مدت حجم بسیار وسیع از زیرساخت‌های این کشور آسیب دیده و یا به طور کامل از بین رفته است. این مسئله باعث شده که تأثیر مستقیمی بر زندگی شهروندان سوریه داشته باشد به طوری که اکنون هفتاد درصد مردم این کشور به کمک نیاز دارند. همکارم فاطمه ای موسوی گزارش می‌دهد. جلسه اخیر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوعات مختلفی را مورد بحث و بررسی قرار داد که از جمله این موضوعات اشاره به پرونده وضعیت کشور سوریه می باشد. در این جلسه که هفته گذشته برگزار شد، مقام های ارشد شورای امنیت نسبت به وضعیت بحرانی مردم سوریه هشدار داده و اعلام کردند که با گذشت دوازده سال از آغاز جنگ در سوریه اکنون بیش از هفتاد درصد از مردم این کشور به کمک نیاز دارند. در همین راستا گیر پدرسان فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در این جلسه گفت با گذشت دوازده سال از آغاز بحران در سوریه همچنان این کشور متلاشی است و با مشکلات اقتصادی مواجه است و پیشرفت سیاسی در این کشور بسیار محدود بوده و بحران آوارگی شهروندان سوریه در کشورهای مختلف جهان دیده می شود و شهروندان سوری به کمک مبرم نیاز دارند. وی در ادامه افزود در حالی سال 2023 میلادی آغاز شده که مردم سوریه همچنان در یک بحران عمیق انسانی، سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و حقوق بشری به سر میبرند و در پیچیدگی و مقیاس غیر قابل تصوری قرار دارند. وی در ادامه با تشریح وضعیت فعلی و تحولات اخیر در این کشور، درخواست حمایت بشردوستانه شورای امنیت سازمان ملل متحد از مردم این کشور را مطرح کرد. او همچنین برای پایان یافتن بحران این کشور، اولین اولویت را آتش بس سراسری با هدف حل و فصل مناقشات موجود دانست. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه افزود سال 2022 شاهد بازگشت آرامش و امنیت و ثبات نسبی به سوریه بودیم اما در چند وقت اخیر باز هم مناطق شمال سوریه ناآرام شده و شاهد بمباران حملات هوایی علیه این مناطق بوده ایم لذا وضعیت مردم وخیم است او در ادامه گفت علاوه بر داعش هسته هایی از گروه های مختلف نظامی و غیر نظامی در مناطق مختلف این کشور حضور دارند البته بنده به خاطر تحصیب قطنامه 2672 در اوایل ماه ژانویه 2023 در شورای امنیت تشکر می کنم زیرا این قطنامه راه را برای ارسال مواد غذایی، دارو و سایر تجهیزات حیاتی از طریق مرز ترکیه به سوریه هموار می کند. اما این کافی نیست زیرا مردم سوریه با فقری بی سابقه دست و پنجه نرم می کنند و حتی از خدمات اولیه هم محروم هستند و زمستان سختی را در پیش دارند. فاطمه موسوی اخبار شیعه